درود، سلام به همه عزیزان. درس امروزمون در مورد گرامر هستش. گرامر افعالی که یه مقدار توشون استثناء وجود داره. دوستان، جزوه رو در کانال تلگرام گذاشتم، میتونید وارد کانال تلگرام بشید که توضیحاتش رو نوشتم، آدرسش رو هم در توضیحات نوشتم و در اونجا جزوه رو میتونید پیدا بکنید. خب عزیزان، همونجور که میدونید بعضی افعال در زبان آلمانی وقتی که صرف میشن شخص دوم و سومشون یک مقدار استثناء دارن، یعنی تبدیل میشه. به صورت مثال آ تبدیل به ای میشه. ببینید زویده و دریده پرزون سینگولار پرزنس در حالت زمان حال و شخص دوم و سوم مفرد که این تبدیلات صورت میگیره. به صورت مثال فارن میشه دو فرست، ار زی اس فرت. به جای فارست باید بگیم فرت. نیمن یعنی گرفتن. نیمن میشه نیمست. ایه تبدیل به ای میشه، همجور که این پایین هم نوشته شده. ایه تبدیل به ای میشه. نیمن میشه دو نیمست. ار زی اس نیمت. نیمت. خب لیزن یعنی خوندن میشه دو لیست. ار زی اس لیست. شبیه همان، دقیقا عین همان، شخص دوم و سوم. وردن شدن دو ویرست. ار زی اس ویرد. و فعل دیگمون لوفن دویدن دو لوفست. ار زی اس لوفت. ببینید آ املات میگیره و به این صورت خونده میشه دو لویفست. ار زی اس لویفت. تو میدوی، او میدود. خب پس این چند تا مثال بود که همجور که اینجا میبینید، ببینید ای تبدیل به ای میشه، آ تبدیل به آ املات میشه، آ او تبدیل به آ املات و او میشه. خیلی سخت نیست عزیزان، فقط حواستون باشه این استثناء ها رو یاد بگیرین. و حالا مثال های دیگه هم هستش که بهتون نشون میدم در صفحه بعد. زوم بشپیل اسن خوردن، وقتی دوم شخص میشه میشه دو ایست. فرسن گیبن هلفن زهن. خب از این ها رو ببینید، آماده بشید برای درس بعدی. توی درس بعدی دونه دونه این فعل‌ها رو با هم کار می‌کنیم و معنی‌هاش رو براتون میگم. موفق باشید و تا درس بعدی، خدا نگهدار.